آدمایی که کم صحبت کنه خیلی خوشم میاد. یه دست گرفتن. شو آمن تازه داد ولی به آب خوردن نرسید. من به نمایندگی شما از آب خوردم. بسیار خوب جناب میرعلی نقی عزیز. خب قدر مسلم انجام دادن چنین کار سنگینی، فراز و نشیب‌های خاص خودش رو ضمن شیرینی‌هاش داشته، اجازه بدید من دعوت کنم از جناب آقای داوود فیاضی که تشریف بیارن و دقایقی با شما صحبت کنن و بعد هم ما دو بخش کوتاه خواهیم داشت و بعد از اون هم رونمایی رو در خدمتون خواهیم. هر چقدر که از اجرای خوب این گروه لذت بردید، هر چقدر که فکر میکنید جناب فیاضی برای این ردیف زحمت کشیده، به افتخارشون دست بزنید. همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی. به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم همه جا به هر زبانی تو هست گفتگویی. با یاد و نام خدا سلام میکنم و خیر مقدم میگم به تمام اساتید، هنرمندان و شاگردان وفادار استاد و دوستداران موسیقی و حرمت گذاردن به فرهنگساز بزرگ موسیقی ایران، زنده یاد و زنده نام استاد اسماعیل مهرتاش. امشب شب مهرتاش است و رونمایی از ردیف او که رپرتوار یا به قول امروزی ها کارگان موسیقی اوست. اگرچه زنده یاد مهرتاش را نباید فقط استاد نامید، استادی وی فقط در یک یاد و مقبوله نبود. قدما به این گونه افراد که در چند زمین سلامت بودند لقب زوفانون و یا جامع الاطراف می دادند و تعداد این افراد بنیانگذار و فرهنگساز در هر رشته خیلی کم است. اینان جزء برگزیدگانی هستند که با آنها استاد الاساتید می گفتند. برگزیدگانی هستند که هم خلاقند، هم معلمند و هم صاحب بالاترین درجات در فرهنگ و اخلاقند، یعنی به قول قدما هم دارای ادب درس هستند و هم دارای ادب نفس. جناب مهرتاش بزرگ ما چنین مردی بود: نوازنده، نواساز، شعرشناس، معلم، کوشا در شناخت فرهنگ مردم، نمایش نام نویس، مسلط به فنون تئاتری، از صحنه آرایی تا چهل پردازی، اهل مطالعه و واقف به تاریخ و ادب و بنمایه های فرهنگ مفاخر ایرانی. این مرد بزرگ 50 سال تمام به تنهایی و بدون دیناری کمک گرفتن از دولت های وقت و یا طبقه اعیان یک تنه یک بنیاد فرهنگی کارآمد و پربار را نگه داشت، اثر آفرید و روی صحنه برد و در صفحه ضبط کرد و از رادیو و تلویزیون به چشم و گوش مردم رسوند و هنرمند تربیت کرد و درس ادب و اخلاق و انسانیت و فروتنی آموخت و نه تنها توقع مادی بلکه حتی سودای نام و اشتهار هم نداشت. حتی روی صفحه عنوان اثری که بانی خلق و انتشارش شخص خودش بود نام خود را نمی نوشت و عنوان جامعه باربود را کافی می دانست. سلطان دلها بود و جایگاه خود را در دلهای مردم می دانست، نه بارگاه اهل قدرت. افسوس که قدر و منزلتش هیچ وقت شناخته نشد و هنوز هم شناخته نشده است و هر کسی از زنده خود او را می سنجد.
بعضی ها صرفاً او را یک مرد تئاتر نامیدند، برخی فقط موسیقیدان، برخی فقط معلم، بعضی ها هم فقط سازنده تصنیف‌های مردمی، غافل از اینکه به قول مولانا بحر را ریزیم اگر در کوزه‌ای چند گنجد قسمت یک کوزه‌ای. من اهل سخنرانی نیستم و کارم در زمینه آواز است. درباره تمام ابعاد شخصیتی استادم باید افراد مختلف و جامع و شرایط حرف بزنند و کار یک نفر نیست. در اینجا نیست چند کلام مختصر دارم، آن هم به این خاطر که افتخار اجرای این ردیف نصیبم شده است. ردیف به یاد مانده در ذهنم از استاد اسماعیل مرتاش، همانطور که دوست پژوهشگرم آقای میرعلی نقی نوشتند، در متن سی دی آلبوم بود. ردیفی از چندین جهت ممتاز و بی‌بدیل است. اولا که محتوا محور است نه فرم‌گرا، و از این جهت دارای بار معنایی و تاثیرگذاری عاطفی عمیق است. دومی که به قصد تربیت خواننده خلاق و صحنه‌گیر طراحی شده، نه به قصد تربیت ذهن برای حفظ و تکرار ردیف. سومی که از لحاظ بنمایی ادبی و استفاده از اشعار متقدمین و متأخرین در بین ردیف‌های آوازی ممتاز و چشمگیر است و درگیر یک ذهنیت بسته و محدود نیست. چهارمی که در برخی گوشه‌های آن از خوانده‌های ضبط شده اساتید قدیم مثل سید حسین طاهرزاده نیز استفاده شده و هدف در آن جستجوی زیبایی و تأثیرگذاری بوده، نه تکرار تعداد معین ادبات تحریر و یا ارائه ملودی هایی که در ذهن ماندگار نیستند. به این صورت طبیعی است که از برق جهاد با سایر ردیف های آوازی متفاوت باشد. فیلمثل در آن از راسفندگاه اثری نیست. استاد لزومی ندیدند که این دستگاه در ردیف ایشان باشد و این جزء هیته است که در اصطلاح اهل فن از اختیارات متعلق به اساتید است و جای خردگیری نیست. برحال با همین ردیف تعداد زیادی خواننده تربیت شدند که در 60 سال گذشته صدا و آثارشان در جامعه موسیقی مطرح شده و همگان آنها را به نام می‌شناسند. تربیت شدگان مکتب ایشان در زمینه نمایش که بحثی علاقه دارند. در ترتیب سخن را کوتاه می‌کنم و سپاسگزاری می‌کنم از همدلان و همراهانم در این مسیر.